بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای مهربان، معلمین عزیز و گرامی، وقتتان بخیر. در ادامه بحث های جلسه قبل که مربوط به هفته دوم ما هست، بخش دوم، در خدمتتان هستیم با مضمون اقتصاد پولی. ما در جلسه قبل در رابطه با نقش پول و تأثیر پول بر اقتصاد کشورها صحبت میکردیم و ایرا از دیدگاه نظریه پردازان مختلف مورد ارزیابی قرار دادیم. ابتدا مرکانتلیست ها را دیدیم که از نظر آنها پول در رونق اقتصادی تأثیر داشت. مرکانتلیست ها خیلی هم به نقش پول در اقتصاد و رونق اقتصادی کشورها اهمیت می دادن، منتها او چیزی که از تحلیل مرکانتلیست ها باقی مانده بود یا نتوانستن او را درست ببینند، موضوع سیاست گذاری ها در نظام های پولی بود. بر همو اساس یک سری انتقاداتی بر نظریات مرکانتلیست ها در رابطه با پول مخصوصا به وجود آمد که با استفاده از این نظریات ما از مرحله مرکانتلیسم عبور کردیم که این نظریه پردازان منتقد هم ویلیام پتی، جان لاک، ماندویل، دادلی نورس و دیوید هیوم بودند. آخرین بحثی که ما داشتیم این بود که نقش پول در اقتصاد از دید مرکانتلیست ها ناقص دیده شده بود و به ادامه مطالب در این جلسه می پردازیم. به ادامه انتقادها، دیوید هیوم در مقاله با نام در مورد پول چنین بحثی دارد: حفظ مازاد تراز بازرگانی. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کشور بخواهد مازاد تراز بازرگانی یا مثبت شدن بیلانس تجارت خارجی داشته باشد، از کدام طریق؟ از طریق ورود طلا به کشور، باعث بالا رفتن قیمت‌های داخلی و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات و خروج طلا از کشور می شود، که در نهایت هدف سیاستگزاران مبنی بر حفظ مازاد تراز بازرگانی قابل تحقق نخواهد بود. اما در صورتی که آزادی تجارت حاکم شود، تراز بازرگانی متوازن خواهد شد. خلاصه نظر آقای دیوید هیوم در رابطه با سیستم اثرگذاری پول در تجارت خارجی به این شکل است که اگر ما دنبال این مسئله باشیم که بیلانس تجارت خارجی را مثبت بسازیم و او هم از طریق ورود طلا، چه زمان طلا به کشور وارد می شود؟ زمانی که ما صادرات زیاد داشته باشیم. با افزایش صادرات میزان ورودی طلا در داخل کشور افزایش خواهد کرد و این مسئله باعث چی خواهد شد به مرور زمان؟ یعنی افزایش نقدینگی در داخل هر کشور مسلمه که باعث بالا رفتن قیمت‌های داخلی میشه، باعث به وجود آمدن تورم میشه، چیزی واضحه است. و همین تورم داخلی باعث میشه که به مرور زمان ما کالاهای گرانتر برای ما تمام بشه. وقتی کالا برای ما گرانتر تمام بشه، میزان صادرات ما کاهش خواهد یافت و در نهایت مجدداً ما باعث واردات بیشتر خواهیم شد و منجر میشه به این که تعداد طلا دوباره از کشور خارج بشه. یعنی همو تحلیلی که در قسمت ورود طلاها بود ما
مجددا اتفاق بیفته و در قسمت خروج طلا نیز از کشور اتفاق بیفته. خب پیشنهادشان چی بود؟ پیشنهادشان این بود که بهتر است که ما به جای اینکه صرفا دنبال افزایش صادرات باشیم، یعنی فقط بخوایم صادرات را افزایش بدیم، بهتره که دنبال آزادسازی تجاری باشیم. در قسمت آزادسازی تجاری بحث این رو میرسانه که هر کشوری مطابق با قدرت و مزیت‌های اقتصادی خود کالاهای خود را به فروش برسانه و یا اینکه مطابق با نیازهایی که داره کالاهای خود را وارد بسازد. پس یکی از نظریاتی بود که یا انتقادهایی بود که بر نظریه مرکانتلیست ها از طرف آقای دیوید هیوم در مقاله با نام در مورد پول چنین استنباط شده است. این سر بحث نقش پول در اقتصاد کشورها از دید کلاسیک ها، در تفکر اقتصادی کلاسیک ها پول اساساً در تحلیل های اقتصادی محو شد. یعنی اینا تقریبا پول نقد را به عنوان یک عامل اثرگذار خیلی شدید در اقتصاد کشورها نمی‌دانستند، یعنی چندان اهمیتی به پول نقد در گردش های اقتصادی نمی‌دادند. از همین جهت کلاسیک ها آمده بودند سازوکار اقتصاد یک کشور یا متغیرهای کلان یک کشور که اثرگذار هست بر مناسبات اقتصادی کشورها یا مسیر حرکت اقتصاد کشورها، اینا را به دو بخش تقسیم کردن. یعنی اقتصاد را دو بخشی ساختن، یک بخش بخش حقیقی اقتصاد و یک بخش بخش پولی اقتصاد. کلاسیک ها به این دلیل که معتقد بودن که بخش پولی از بخش حقیقی اقتصاد مجزا هست. بخش پولی که واضح هست، هر آنچه که برمیگرده به پول نقد و یا نظام های پولی، و بخش حقیقی برمیگرده به تولید که نیروی کار، زمین و کالاها شامل بخش حقیقی اقتصاد هستند. از دید اینا بخش پولی اقتصاد در دراز مدت خونسا است. یعنی چی؟ یعنی اقتصاد در دراز مدت از قسمت پولی تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. در بلند مدت پول در تعیین متغیرهای حقیقی اقتصاد که مثل اشتغال، نرخ بهره و غیره باشد نقش ندارند و در نتیجه پول از تحلیل‌های بخش واقعی اقتصاد محو شد. نظریه کلاسیک ها بود که اقتصاد را به دو بخش حقیقی و پولی تفکیک کرده بودند و در دراز مدت اثرات بخش پولی را در اقتصاد خنثا و نادیده می گرفتند. از دید کلاسیک ها پول اساساً وسیله مبادله و سنجش ارزش است. یعنی به پول صرفاً یک ابزاری برای مبادله می دیدند، نه اینکه یک ابزار سیاست گذاری در جهت کنترل متغیرهای حقیقی اقتصاد مثل نرخ رشد، نرخ اشتغال، تولید حقیقی، نرخ بهره حقیقی و غیره. پس بنابراین دوباره مجددا در نظریه کلاسیکا پول جایگاه خود را در اقتصاد دوباره کم کم از دست داد و با تفکیک اقتصاد پولی، یعنی بخش پولی اقتصاد از بخش حقیقی اقتصاد، کلاسیک ها در اصل اثرات پول را در اقتصاد کشورها کم رنگ تر جلوه دادند. کلاسیک ها معتقدند که تمامی فعالان اقتصادی اهم از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هرگز دچار توهم پولی نمی باشند. مسئله خیلی مهمی هست که امروز هم ما درگیر او مطلب هستیم. توهم پولی یعنی اینکه تولید کنندگان و مصرف کنندگان به تصمیم گیری هایشان را بر اساس پول نقد انجام بدن.
آیا چنین چیزی در یک اقتصاد یا در یک اجتماع حکم فرماست که مصرف کنندگان و تولید کنندگان تمام تصمیم گیری های اقتصادیشان را بر اساس پول نقد انجام بدن؟ تا حدودی این مسئله واضح است که خیر، بلکه هر دو جانب مصرف کنندگان و تولید کنندگان تکیه بر متغیرهای واقعی اقتصاد دارند، متغیرهایی از دلیل اشتغال، نرخ بهره، نرخ تورم و غیره. پس بنابراین از این دیدگاه کلاسیکا یک نگاهی ضعیفتری به نقش پول در سیستم های اقتصادی و گردش های اقتصادی دارد. بنابراین طبق خلاصه نظریات کلاسیکا، پول نقش آنچنانی در اقتصاد نداشته و اساساً یک وسیله مبادله محسوب می شود. مخصوصاً در بلند مدت نقش پول در اقتصاد خونسا است. ما به عنوان خلاصه از نظریات کلاسیکا در مورد پول می دانیم که در بلند مدت نقش پول در اقتصاد خونسا است. این موضوع همیشه یادتان باشه دوستان عزیز. کلاسیک ها میگن که در بلند مدت پول در اقتصاد نقش نداره، بلکه متغیرهای واقعی اقتصاد هست که بر اقتصاد نقش داره. فقط تنها چیزی که از دید کلاسیک ها باقی مانده بوده رابطه که بین پول و این متغیرها هست اینا را ندیدن، یعنی درست درک نتونستن که پول چگونه بر متغیرهای واقعی اثر میذاره. شاید در او زمان، یعنی در شرایطی که اونا نظریه داده بودن، پول آنچنان اثراتی یا چنان رابطه شدیدی با متغیرهای واقعی نداشته، ولی امروزه چون پول با این متغیرهای واقعی رابطه های خیلی نزدیک و اثرگذار شدید داره، پس بنابراین سیستم پولی هم میتونه بر متغیرهای واقعی و بر اقتصاد در نهایت تأثیرات خود را داشته باشه. خب بحث بعدی مربوط میشه به مکتب اتریشی. نظریه مکتب اتریشی در مورد پول، نظریه پردازان مکتب اتریشی با انتقاد از نوع نگاه کلاسیک ها، اینا باز بر کلاسیک ها انتقاد گرفتن، به موضوعات پولی آنها را مورد انتقاد قرار داده و نقش پول را در اقتصاد کشورها حائز اهمیت می دادن. یعنی دوباره مکتب اتریشی که تقریبا پولگرایان هم به اینا میگن، اینا نظریه پردازانی بودن که دوباره مجددا آمدن نقش پول را در اقتصاد کشورها بارز دانستن و اثرگذاری و شدید می دانستن. از نظر آنها نه تنها میزان تغییر در عرضه پول، یعنی حجم پول کم یا زیاد بشه، بلکه نحوه و مسیری که پول وارد سیستم می گردد نیز در اقتصاد اثرگذار است و متغیرهای کلان و واقعی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. اینجا موضوعی که خیلی مهم است است که بعدا ما در مورد عرضه پول یا پایه پولی یا حجم پول صحبت میکنیم. از دید مکتب اتریشی نه تنها حجم پول، بلکه نحوه وارد شدن پول به سیستم اقتصاد نیز اثرات خود را دارد. واضح است که ما چگونه پول را وارد گردش اقتصادی کنیم، یعنی اگر به شکل نادرستی پول وارد مسیر اقتصاد بشه، احتمال به وجود آوردن تورم پولی و اگر نادرست میزان حجم پول کاهش پیدا کنه از اقتصاد، باعث به وجود آمدن رکود و کاهش رونق اقتصادی خواهد بود. پس هم از جنبه عرضه پول و هم از نحوه انتقال یا تغییرات در عرضه پول به داخل اقتصاد نیست متأثر خواهد بود متغیرهای کلان اقتصادی از پول و سیستم های پولی. خب هایک یکی از نظریه‌پردازان
مکتب اتریشیست میگه که پول نقش کلیدی در فرایند تعیین قیمت و همچنین تعیین تولید دارد. یعنی پول هست که تعیین کننده قیمت کالاها و میزان تولید کالاها و یا نوعیت تولید کالاها هست. به نحوی که اختلالات پولی یا نوسانات پولی، مخصوصا نوسانات ارزی، قیمت‌های نسبی و بخش واقعی اقتصاد را از طریق تغییر در ساختار تولیدی تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس بنابراین واضح است که نظریه پردازان اتریشی دوباره آمدن نقش پول را در اقتصاد کشورها برجسته ساختند. در یک جنبندی نظریه پردازان مکتب اتریشی سهم قابل توجهی برای پول و اثرات آن بر اقتصاد کشورها را بیان می‌کنند. اینا موضوعاتی بود که در رابطه با نقش پول در اقتصاد کشورها در نظریه‌های مختلف یا مکاتب اقتصادی مختلف بحث کردیم. به عنوان یک فعالیت یا کار عملی یا کار صنفی، مؤسسین عزیز خیلی خلاصه چند مورد را به عنوان جنبندی این دو جلسه که تا حال خواندیم آماده کنند و از طریق نگران صنفشان یا از طریق همون نماینده صنفشان موضوعات را برای ما انتقال بدن. این موضوعات را من لیست میکنم خدمتتان که شامل این موارد می باشد. دیدگاهتان قبل از ارائه موضوعات به پول و بعد از آن را به طور خلاصه بیان کنید. یک موضوع که شما میایین در قالب یک پاراگراف، دو پاراگراف نظریه خودتانه، یعنی دیدگاه خودتان قبل از ارائه این دو هفته جلسه درسی که ما در مورد پول اکثر مطالب را بیان کردیم، شما قبلا چه نظریه‌ای در مورد پول داشتین یا چه دیدگاهی در مورد پول داشتین، از دید شما پول چه چیزی بود و حالا را با هم مقایسه کنیم که حالا نظر شما در مورد پول چگونه هست و این دو تا را یک مقایسه کنیم. خیلی خلاصه، ساده و روان، نیاز نیست که خیلی شما دنبال مطالب بیرونی بگردید، فقط صرفا نظریات خودتان و دیدگاه‌های شخصی خودتان را بیان بکنید. پس دوم، اگر بتونید که چی، حتما هر کدامتان باید یک پاراگراف حداقل، یک پاراگراف در مورد نقش پول در اقتصاد کشورها بنویسید. این دو موضوع در جلسه بعد انشاءالله یا در جلسات بعدی از چه کوشش کنیم زودتر برسانیم بهتر است، از طرف شما تهیه میشه و از طریق نماینده جمع‌آوری و در اختیار ما قرار داده خواهد شد. دست شما برای این جلسه کافی است. ما هفته دوم و بخش دوم را هم به پایان رساندیم. امیدواریم که ایام خوب و خوشی را سپری کنید و از آفات‌ها و بلیات روزگار دور باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.